سرخط خبرها. درگیری خودی میان طالبان در ولایت پنجشیر. گروه داعش مسئولیت انفجار در بدخشان را بر عهده گرفت. محمود کرزی میگوید طالبان از دخالت‌های بیجا دست بردارد. نماینده پاکستان درباره تعامل جهان با طالبان گفته است که ملا هبت الله منزوی است و با کسی نمی‌بیند. یک نهاد تحقیقی بریتانیایی گفته است که کشت تریاک در افغانستان به صورت بی سابقه کاهش یافته است. طالبان آب رودخانه هلمند را به طرف ایران رها کردند. و زلنسکی میگوید روسیه در جنگ اوکراین با شکست مواجه شده است. با خبرهای تازه و مهم این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. درگیری خودی میان طالبان در ولایت پنجشیر. منابع محلی از درگیری میان گروهی طالبان در پنجشیر خبر می‌دهند. این درگیری روز گذشته در منطقه قاش دراز ولسوالی آبشار میان طالبان قندهاری و هلمندی رخ داده است. در پی این درگیری دو جنگجوی طالبان کشته شده و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. هرچند تا کنون انگیزه دقیق وقوع این رویداد مشخص نیست، اما منابع میگویند که این درگیری بر سر تقسیم اسلحه های جمع‌آوری شده از نزد برخی ساکنان محلی رخ داده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که یک شنبه شب درگیری میان طالبان قندهاری و هلمندی در منطقه سنگی خان ولسوالی آبشار نیز به وقوع پیوسته بود. گروه داعش مسئولیت انفجار در بدخشان را بر عهده گرفت. طبق گزارش ها گروه داعش مسئولیت انفجار بر موتر حامل مولوی نثار احمد معاون والی طالبان در ولایت بدخشان را به عهده گرفته است. سایت خبری اعماق روز گذشته با نشر خبرنامه از این موضوع خبر داده است. این انفجار ساعت 8:15 دقیقه روز گذشته مقابل دروازه محکمه ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت رخ داد. در این انفجار افزون بر معاون والی طالبان و افرادش به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است. این انفجار دومین حمله در بدخشان است که مقامات طالبان در این سطح را هدف قرار می دهد. اوایل سال جاری میلادی فرمانده امنیه طالبان در این ولایت در انفجاری که بعداً داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت کشته شد. محمود کرزی میگوید طالبان از دخالت‌های بیجا دست بردارد. محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مسئول شهرک عینو مینه در ولایت قندهار طالبان را به دخالت در امور تجاری مردم و جلوگیری از توسعه تجارت متهم کرده است. محمود کرزی که روز گذشته در هنگام گشایش یک فابریکه تولید دوا در این ولایت صحبت می کرد گفت که وی برنامه برای توسعه تجارت و دادن زمین به کارخانه ها در شهرک عینو مینه دارد، اما طالبان مانع این کار شدند. وی همچنان طالبان را متهم به اعمال فشار بیشتر بر سرمایه گذاران به بهانه افزایش درآمد کرده که به باور او با افزایش این فشارها سرمایه گذاران مجبور به ترک کشور خواهند شد. با وجود ادعای طالبان مبنی بر ایجاد زمینه سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاران اما میگویند که این گروه همواره در تلاش بیشتر شدن عواید خودشان هستند. نماینده پاکستان درباره تعامل جهان با طالبان گفته است که ملا هبت الله منزوی است و با کس دیدار نمی کند. آصف دورانی نماینده پاکستان برای افغانستان در مصاحبه ادعا کرده است که کشورهای جهان از جمله آمریکا با طالبان در کابل و دوحه رابطه مستقیم دارند.
وی گفت که تنها کسی که نمیخواهد با کسی ببیند و منزوی است ملا هبت الله آخونزاده است. دورانی در مصاحبه با مرکز تحقیق و مطالعات امنیت پاکستان گفته است که 21 سفارت در کابل و 16 سفارت به شمول سفارت ایالات متحده در دوحه با طالبان در تماس هستند. وی در رابطه با تعامل جهان با طالبان نیز گفته است که این جهان نیست که رابطه نمیخواهد، بلکه این ملا هبت الله آخونزاده است که گوشه‌گیر است و با مردم نمیبیند. یک نهاد تحقیقی بریتانیایی گفته است که کشت تریاک در افغانستان به صورت بی سابقه کاهش یافته است. یک نهاد ارائه دهنده معلومات جغرافیایی مستقر در بریتانیا موسوم به آلسیس میگوید که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کشت تریاک در افغانستان کاهش بی سابقه داشته است. این نهاد در گزارشی که امروز منتشر کرده با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای دریافته است که طالبان موفقانه کشت تریاک در ولایت هلمند را تا بیش از 99% کاهش دادند. در گزارش این نهاد آمده است که پیش از این ولایت هلمند مرکز تولید بیش از 50% تریاک افغانستان بود. این نهاد که خود را شرکت پیشرو تجزیه و تحلیل جغرافیایی می‌داند می‌گوید که تحقیقات و تحلیل‌های جدید این شرکت و یک محقق امور افغانستان نشان می‌دهد که کشت تریاک در جنوب افغانستان نسبت به سال گذشته 80% کاهش یافته است. طالبان آب رودخانه هلمند را به طرف ایران رها کردند. چند هفته پس از تنش میان ایران و حکومت طالبان بر سر آب هلمند، منبعی در ولایت نمروز از رهایی آب بند کمالخان به طرف ایران خبر می‌دهد. این منبع که خواست هویتش فاش نشود امروز به رسانه‌ها گفت که آب بند کجاکی به بند کمالخان رسیده و از اینجا به طرف ایران رها شده است. و گفته یه منبع با رسیدن آب بند کجاکی میزان آب بند کمالخان افزایش پیدا کرده است. یک منبع محلی در هلمند میگوید که چند روز پیش طالبان کنترلرهای آب رود هلمند را برداشتند. و گفته یه منبع اخیراً چند انجینر از کابل به هلمند آمده و کنترلرها را با خودشان بردند. تا کنون اما مسئولین طالبان حاضر به پاسخگویی به این ادعای باشندگان محل نشدند. و زلنسکی میگوید روسیه در جنگ اوکراین با شکست مواجه شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه در جنگ اوکراین با شکست مواجه شده است، اما تا کنون این واقعیت را نپذیرفته است. آقای زلنسکی روز گذشته با نشر تویت گفت که آنها تلاش میکنند تا با دور زدن تعزیرات جهان را فریب دهند، تسلیحات بیشتر تولید کنند تا اطمینان حاصل کنند که منابع و افراد بیشتر در این تهاجم ارسال شود. رئیس جمهور اوکراین تصریح کرده است که کشورش آماده است در برابر قدرت نظامی روسیه ایستادگی کرده و این کشور را بیشتر تضعیف کند. و افزوده است که متوقف کردن تروریسم وظیفه مشترک جهان است و شرط اصلی برای انجام این وظیفه متوقف کردن هر گونه راههایی است که تروریست ها با استفاده از آن هنوز هم در تلاش برای به دست آوردن منافع خود هستند.